شما میفرمایید که اون چرا که خداوند خودش برای خودش ثابت کرده ما به همون معتقد هستیم و برایش کیفیت و شکلی متصور نمیشیم و قبول نداریم. خب شما صفت که برای خدا ثابت نمیکنید که، شما صفات خدا را نمیگید، شما میاد میگید که در قصه یداللهیه که خدای خدا یدالله داره دست میگه، خداوند دست گرفت اما بلا کیفه، کیفیتش را ما نمیدونیم چطوره. در مخلوق دست داشتن کمال است و عدمش نقصه. آیا اگر کسی اون یداللهی رو که میفرمایید که ما بلا کیف است اون را عدمش را برای خدا متصور بشویم، آیا او هم برای خدا نقص میشود یا نمیشود؟ وقتی که میگید ما معتقد هستیم ولی کیفیتش رو نمیدونیم. و اصلا دست صفت نیست که، وقتی شما اثبات دست میکنید، دست که صفت، دست ابزار است، وسیله است و وسیله نیاز است. وقتی ما اگر دست نداشته باشیم نقص داریم چون نیازمون مطرح نشده. شما رو خدا را تشبیه، شما میخواهید که صفات خدا را بر اساس آن ذهنیتی که در مورد بشر دارید بر این اساس متاسفانه میایید صفات خدا را مورد نقد و بررسی قرار میدید. همیشه در مورد صفات خدا دقت کنید، من این روایت رو حضرت رضا رحمت الله علیه بهارون انوار نقل میکنه و همچنین توحید ابن بابویه جلد 3 بهارون انوار 262 یقینی میگه که حضرت رضا علیه السلام فرمودند که للناس فی التوحید ثلاثه مذاهب. من فکر میکنم این روایت خیلی واضح و آشکار هست. میگه مردم در بحث توحید سه مذهب دارند، سه گروه هستند: نفی و تشبیه و اثبات بغیر تشبیه. یه گروه که نفی میکنند، مثل الان که شما کلا این صفات رو نفی میکنید، و یه گروه که تشبیه میکردند، گفتن که دست خدا مثل دست ما، این دست ماست، این چهره ماست، این چشم ماست، این گوش ماست، خدا هم این گونه هست. بعد میگه و اثبات بغیر تشبیه. گروه سوم کسانی که صفات خدا را اثبات میکنند اما بدون اینکه تشبیه کنند. میگه بعد میگه حضرت رضا فرمودن که فمذهب النفی لا یجوز. کسانی گروهی که معتقد هستند که خود صفات از خدا نفی میکنند میگه این جایز نیست، معدوم هست، وجودی نداره دیگه. بعد میگه و مذهب التشبیه لا یجوز، اونهایی که خدا را تشبیه میکنند جایز نیست. لأن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء، زیرا که چیزی شبیه خدا نیست، ليس كمثله شيء. والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه. حق در چیه؟ گروه سوم هست که صفات خدا، هر آن اسماء خدا، صفات خدا اثبات میکنند اما تشبیه نمیکنند. شما الان چه فرمودید؟ بر اساس ذهنیتتون در مورد بشر هست. من متاسفانه سبب انحراف شده، چه کسانی که تشبیه کردن، چه کسانی که اعتقاد به نفی صفات پیدا کردن، چون گفتن که خب پس من دست به خاطر نیازم هست، خدا نمیشه برای خدا اینو گفت، چشم اینطوریه پس برای خدا نمیشه گفت. این روایت دیگه از اهل بیت هست، از امام معصوم هست. خب این چیزیست که واقعا مطابق قرآن هست، خیلی واضح و آشکار هست. اگه بحث امروز بفرمایید، این دیگه خیلی واضح و آشکار بود براتون، از بهارالانوار خوندم جلد 3 262 از حضرت رضا از امام معصوم.